این ویدیو میخوام به زبان خیلی ساده تنظیمات مربوط به امنیت ویندوز رو بهتون معرفی کنم که اگه اون تنظیمات رو انجام بدین عملا دیگه نیاز به نصب آنتی ویروس دیگه ای نخواهید داشت. سلام، من مرتضی عسکری هستم. فعالیتم تو زمینه برنامه نویسی و کلن دنیای آیتیه. من اینجام تا تمامی تجربیاتم از چیدکیات میگیرم و با شما به اشتراک بذارم. برای باز کردن ویندوز سکیوریتی دو تا راه وجود داره. یکی اینکه از این قسمت دنبال یک همچین آیکونی بگردیم و روی اون کلیک کنیم. ویندوز سکیوریتی باز میشه. اگه این آیکون رو پیدا نکردین، کافی استارت رو بزنین و ویندوز سکیوریتی رو تایپ کنین. ویندوز سکیوریتی از 7 بخش کلی تشکیل شده. بخش اول آنتی ویروسه که کار اسکن فایل ها و پیدا کردن ویروس ها رو به عهده داره. قسمت دوم بحث امنیت یوزریه که باهاش به ویندوزتون لاگین کردین. بخش بعدی فایروال که امنیت کانکشن های شبکه‌تون رو تامین میکنه. قسمت بعدی مربوط به امنیت برنامه‌ای هست که روی ویندوز نصب میکنین و همچنین بروزرهایی که از اونها برای استفاده از اینترنت استفاده میکنین. بخش بعدی مربوط به امنیت دیوایس و سخت افزار کامپیوترتونه. نکته‌ای که لازمه بهتون بگم اینه که سعی کنین تمام موارد تیک سبز داشته باشه، یعنی اینکه تنظیمات به درستی انجام شده باشه. این علامت زرد که اینجا میاد یعنی که یک اشکالی وجود داره. مثلا پیغامی که به من داده اینه که آنتی ویروس من به روز نیست و این اصلا چیز خوبی نیست. سعی کنین آنتی ویروستون رو روزانه آپدیت کنین. برای اینکه این پیغام زرد از بین بره کافیه روی این دکمه آپدیت بزنم. بریم داخل منوی آنتی ویروس. اولین چیزی که اینجا به ما نشون میده یه گزارش کلی از عملکرد آنتی ویروسه. نشون میده تا حالا چند تا فایل رو اسکن کرده، آخرین فعالیتش کی بوده و چیزایی از این دست. روی دکمه کویک اسکن هم که بزنیم یک اسکن خیلی سریع برامون انجام میده. تو قسمت کویک اسکن هم میتونیم مشخص کنیم که اسکنمون به چه صورت انجام بشه. اسکن سریع باشه، اسکن کل کامپیوتر باشه که زمان زیادی ازمون میگیره، یا اسکن کاستم باشه. میتونیم مشخص کنیم که چه قسمت‌هایی رو برامون اسکن کنه. گاهی پیش میاد که ویندوز سکیوریتی فایلی رو به عنوان یک تروجان یا یک ویروس شناسایی میکنه. ولی این اجازه رو به شما میده که اگه شما مطمئنین که این فایل فایل ویروسی نیست، اجازه فعالیت رو به اون فایل بدین. با این منو میتونین ببینین که چه فایل هایی رو شما دسترسی بهش دادین که به فعالیتشون ادامه پیدا کنن. برای تنظیمات اصلی آنتی ویروس هم وارد این قسمت بشین. تو این قسمت میتونین مشخص کنین که آنتی ویروس اصلا فعال باشه یا نباشه. این تیکو که بردارم کلن آنتی ویروس غیر فعال میشه. و منوهای مختلفی که میتونین به تک تک اونها برسین. این قسمت هم برای آپدیت آنتی ویروسمون استفاده میشه. قسمت آخر هم رنسامویر پروتکشن هست یا همون باج افزارها. باج افزارها نرم افزارهایی هستن که توسط هکرها تولید میشن و عملکردش به این صورتی که کل اطلاعات کامپیوتر رو انکریپت میکنه و از دسترس شما خارج میکنه و برای برگردوندن اطلاعات از شما مبلغی درخواست میکنن. نسخه جدید ویندوز سکیوریتی جلوی باج افزارها رو هم میتونه بگیره. بخش بعدی اکانت پروتکشن هست. داخل اکانت پروتکشن این امکانو به شما میده که شما بتونین از طریق ایمیلتون وارد کامپیوتر بشین. یعنی به جای اینکه یوزرنیم و پسورد کامپیوترتون رو بزنین، ایمیل و پسورد ایمیلتون رو بزنین و وارد کامپیوتر بشین. اگر اینو فعال کنین، یک سری امکانات بیشتری به شما میده. یکی از اون امکانات اینه که مثلا اگر شما دسترسی به کامپیوترتون نداشته باشین، با تغییر رمز ایمیلتون دیگه کسی قادر به وارد شدن به کامپیوترتون نیست. قسمت بعدی داینامیک لاکه. وارد تنظیماتش بشیم. اینجا امکانات زیادی داره که به صورت کلی اینه که امکان ساین این کردن از طرق مختلف رو به شما میده. از طریق اسکن صورت، اثر انگشت، وارد کردن پین، از طریق فلش مموری، وارد کردن معمولی پسورد یا از طریق پسورد تصویری. بخش بعدی قسمت فایرواله. سعی کنین همیشه فایروالتون فعال باشه. کاری که فایروال انجام میده اینه که به شما این امکانو میده که به صورت کاملا امن داخل شبکه‌های جهانی و محلی بتونین فعالیت کنین. قسمت بعدی App and Browser Control هست. این قسمت به شما این امکانو میده که وقتی که میخواین یک نرم افزاری رو نصب کنین، قبل از نصب اون نرم افزار اسکن میشه و در صورتی که مشکلی وجود نداشته باشه، اجازه نصب اون نرم افزار رو به شما میده. یکی دیگه از امکاناتی که به شما میده، در صورتی که از مایکروسافت ایج یا همون اینترنت اکسپلورر جدید استفاده کنین، فایل‌های مخرب از روی وبسایت‌ها نمیتونن به سیستم شما آسیب وارد کنن.
و مایکروسافت ایج در یک محیط ایزوله شده فعالیت میکنه و فایل هایی که از روی اینترنت دانلود میکنین ناخواسته نمیتونن آسیبی به کامپیوتر شما بزنن. بخش بعدی Family Options. تو این قسمت میتونین تنظیمات مربوط به پرنتال کنترل رو داشته باشین، به این صورت که اگر بچه از سیستم استفاده میکنه چه سایت هایی رو بتونه ببینه، چه مدت زمان بتونه استفاده کنه، کاری که روی سیستم انجام داده، صفحاتی که باز کرده رو بتونین ببینین و چیزایی از این دست. برای فعال کردنش هم وارد این لینک بشین. یک همچین سایتی براتون باز میشه و برای شروع به کار کافیه روی کلید کریت فامیلی گروپ کلیک کنین. مرسی که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما اون رو لایک کنین و با دوستاتون هم به اشتراک بذارین. منتظر نظرات و پیشنهاداتتون توی کامنت ها هستم. اگه دوست دارین با چند تا از وبسایت های عجیب آشنا بشین، این ویدیو رو به شما پیشنهاد میکنم.